ایت چیه؟ ایت و شکل سوم یا اسم مفعولش هم ایتن درسته؟ حالا میخوام بگم من هر روز صبحونه میخورم I eat breakfast every day چون جمله من حال ساده است باید از شکل اول یعنی از همون ایت استفاده کنم زمان حال ساده I eat breakfast every day فعل دوممون نوشیدن نوشیدن توی انگلیسی چی میشه بچه بگین آفرین درینک درینک گذشتش میشه درنک و اسم مفعولش هم درانک حالا میخوام بگم ما هر روز صبح قهوه مینوشیم به همین راحتی میشه چی؟ We drink coffee every morning. We drink coffee every morning. اگر که توی جمله سازی مشکل دارین حتما ویدیویی که اینجا بهتون معرفی میکنم رو مشاهده کنین بعد از پایان این ویدیو. فعل سوممون ترک کردن. حالت سادش میشه leave. گذشتش میشه left. و پس پارتیسیپلش هم هست left. میخوام بگم ساعت 5 محل کارم رو ترک کردم دقت بکنی که این جمله گذشته است I left work at 5 p.m. I left work at 5 p.m. ما برای ساعت از حرف اضافه ات استفاده می کنیم. At 5 p.m. فعل بعدیمون چیه؟ شروع کردن شروع کردن بچه تو انگلیسی چی میشه؟ start start گذشتش started و شکل سومش هم start خب حالا میخوام بگم من هر روز ساعت پنج کارم رو شروع میکنم به همین سادگی چی میشه؟ I start work at 5 p.m. every day. I start work. شروع می کنم کارمو at 5 p.m. ساعت پنج بعد از ظهر every day. هر روز. فعل پنجم متوقف کردن به انگلیسی میشه stop. گذشته stopped و اسم مفعولش هم stopped میخوام بگم همونجا به رو تکون نخور همونجا متوقف شو همونجا وایسا به انگلیسی میشه stop there and don't move خیلی وقتا توی فیلم ها میبینیم که مثلا پلیس به اون مجرم میگه که stop there and don't move. یا حتی میگه مثلا میتونیم بگیم uh, hands up. یعنی دست و بالا stop there and don't move فعل شیشممون زدنه زدن مثلا یه توپ رو بزنید یا یه نفر رو بزنی سادهش میشه هیت گذشتهش هم میشه هیت شکل سومش هم میشه هیت حالا میخوام بگم تا میتونی توپ رو محکم بزن محکم تو انگلیسی رو تو انگلیسی میتونیم بگیم هارد hit the ball as hard as you can as hard as you can یعنی تا میتونی محکم حالا hit the ball خب فعل اول میاد چون جملهمون دستوریه hit the ball توپو بزن as hard as you can فعل شماره هفت تمیز کردنه تمیز کردن تو انگلیسی میشه clean و گذشته اون هست cleaned و شکل سومش هم cleaned امروز خونه رو تمیز کردی؟ Did you clean the house today? Did you? یا yeah, did you clean the house today? فعل هشتممون خوندنه سادش میشه read گذشتهش میشه read و شکل سومشم read پس میشه read 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 اینو امروز توی روزنامه خوندم جملمون گذشته است I read it in the newspaper today چون نوشتنش یکیه ما باید طبق جمله بفهمیم که آیا این جمله گذشته است یا ساده اگه ساده است میخونیم read اگه گذشته است میخونیم read I read it in the newspaper today فعل نهم تدریس کردن من الان دارم چی کار میکنم دارم زبان درس میدم انگلیسی به شما تدریس میکنم خب سادهش میشه teach آفرین گذشتش میشه تات یکی از فعلهای های بیقاعده است و اسم مفعولش هم میشه تات من ده سال انگلیسی تدریس کردم I've taught English for 10 years اینجا آیا ما داریم از گذشته یه فعل استفاده میکنیم یا اسم مفعولش؟ آفرین از اسم مفعوله که داریم اینجا استفاده میکنیم چرا؟ چون زمان جملمون حال کامله زمان حال کامل اینجوری ساخته میشه فائل که اینجا آی هست به اضافه هف که اینجا مخفف شده شده آیو به اضافه اسم مفعول فعل به اضافه شکل سوم فعل اوکی پس ما اینجا نمیتونیم گذشته بیاریم اینجا در واقع اسم مفعوله که اینجا قرار گرفته I've taught English for 10 years. ده ساله که انگلیسی تدریس کردم. حالا این جمله منظورش اینه که شاید منظورش اینه که الان هنوزم دارم تدریس میکنم. شاید هم دیگه تدریس نمی کنم و دیگه یه کار دیگه دارم انجام میدم. اوکی؟ پس این از این. جمله یا فعل دهممون ده یاد گرفتنه. یاد گرفتنم تو انگلیسی میشه learn. گذشتش میشه learned و اسم مفعولش هم learned به همین راحتی چطور انگلیسی یاد گرفتی How did you learn English? How did you learn English? چطور انگلیسی یاد گرفتی؟ جمله‌مون گذشته است. توی جملات گذشته توی سوالاتی که زمان گذشته است ما از دو دیگه استفاده نمی کنیم از دید استفاده می کنیم و فعلمون حالت ساده می گیره چرا؟ چون خود کلمه دید معنا و شکل گذشته رو داره دیگه شما نیازی نیست که فعل رو هم تبدیل کنی به گذشته خود دید گذشته است پس فعل رو تبدیل می کنیم به حال ساده شکل ساده How did you learn English? چطور انگلیسی یاد گرفتی؟ فعل یازده هم فهمیدنه خیلی وقتا شنیدین میگن که مثلا فهمیدی چی گفتم یا فهمیدی چی گفت Understand Understand ببینید نمیگم understand Understand نیست تا ببین Understand Understand سریع باید بچسبونی به stand Understand گذشته یه understand میشه understood و شکل سومش هم اتفاقا میشه understood understood حالا منظور منو میفهمی میفهمی چی دارم میگم Do you understand what I mean? Do you understand? میفهمی what I mean منظورم چیه? Do you understand what I mean? فعل دوازدهممون نوشتنه نوشتن توی انگلیسی میشه رایت گذشته یه رایت میشه روت و اسم مفعولش هم ریتن رایت روت میخوام بگم من تا الان هفت تا کتاب نوشتم دقت بکنید اینجا جملمون گذشته است اما گذشته ی نقلیه گذشته ی نقلی یا همون حال کامل رو ما با اسم مفعول میگیم پس ما توی این جمله باید از این استفاده کنیم خب میگم I've یا I have و بعد شکل سوم فل I've written seven books so far کلمه یه so far, یعنی تا حالا I've written 7 books so far تا الان هفت کتاب نوشتم حالا فرقش با گذشته چیه؟ مثلا بگم که I wrote 7 books من هفت کتاب نوشتم فرقش اینه که ببین وقتی تو میگی نوشتم خب یعنی اینکه این تاثیرش هنوز هست و شاید هنوزم داری این کارو میکنی ها مثلا میگی که من اینجا رفته ام من اینجا رفتم رفتم اینجوری میگی ببین تو فارسی میگی من رفتم من رفتم خب این دیگه تموم شده ولی تو یه دفعه میگی من رفته ام یعنی من رفتم اونجا رو دیده ام و هنوز یادمه هنوز فراموش نکردم پس فرق گذشته ساده و حال کامل بچه ها اینه که هر دوتش داره در مورد گذشته صحبت میکنه ولی گذشته یه ساده زمانش مشخصه مثلا میگی دیروز رفتم پریروز رفتم ولی وقتی میگیم رفته ام مثلا میگیم که من به ترکیه رفته ام زمانش خیلی اینجا مهم نیست اوکی okay. و هنوز تاثیرش هم هست هنوز شما اون خاطرات که مثلا رفتی مسافرت تو یادته پس فرق این دوتا همینه I've written seven books so far جمله شماره 13 فعل 13 خریدن به انگلیسی میشه buy گذشتش bought شکل سومش bought هفته قبل یه گوشی جدید خریدم ببین نمیگم خریده ام میگم خریدم زمان مشخصه هفته قبل پس اینجا ما باید از این استفاده کنیم I bought a new phone last week I bought a new phone last week جمله شماره 14 فعل 14 هممون چرا من میگم جمله استفاده کردن استفاده کردن تو انگلیسی خیلی ساده میگیم یوز یوز گذشتش میشه یوزد شکل سومش هم یوزد میخوام بگم میتونم لطفا از تون استفاده کنم Can I use your phone please Can I use your phone please فل پونزه مون تماس گرفتن تماس گرفتن میشه call گذشته called اسم مفعول called اون یادش رفته که با من تماس بگیره She has forgotten to call me. She has forgotten to call me. She has forgotten to call me. فعل شونزه هم فروختن. میشه Sell Sold Sold چرا ماشینه تو فروختی؟ Why did you sell your car؟ Why did you sell your car? چرا ماشین تو فروختی؟ فعل بعدیمون چیه؟ منتظر موندن. منتظر موندن میشه wait. waited و waited هر دو تا در واقع شکلش یکیه waited waited wait waited waited من خیلی منتظرش موندم. I waited for him so long. I waited for him so long. So long خیلی زیاد، خیلی طولانی. I waited for him so long. جو فعل فعلی جهان صحبت کردن سادهش میشه speak. گذشتش میشه spoke شکل سومش هم میشه spoken speak spoke spoken speak spoke spoken این فعل رو اینجوری باید یاد بگیرید. با کی داری صحبت میکنی Who are you speaking with? Who are you speaking with? خب این جمله حال استمراریه یعنی الان الان داری در حال حاضر با کی داری صحبت میکنی Who are you speaking with توی این جملات دو تا قسمت مهم داریم یکی فعل to be am is are که حتما باید تو جمله باشه تو جملات استمراری دارم خدمت تو عرض میکنم و دو فعل آی یعنی این سپیک باید تبدیل بشه به سپیکینگ Who are you speaking with؟ اگه این دوتا نباشه جمله کاملا غلط با کی داری صحبت میکنی؟ Who are you speaking with؟ فعل نوزه گفتنه گفتن به انگلیسی میشه سی سد سد راحت چی گفتی؟ یا چی گفتی؟ What did you say? What did you say? What did you say? چی گفتی؟ فعل بیسم گفتن یه گفتن دیگه سا سادش میشه tell گذشته told اسم مفعول told tell told told کی اونو بهت گفته؟ Who told you that? Who told you that? بچه خب قبل از اینکه ادامه بدیم حتما کانال رو سابسکرایب بکنید اگر که تا الان این کار رو نکردین کلی ویدیو های جذاب و آموزنده و فوقلاده توی این کانال هست که باید استفاده بکنید برای یادگیری زبان انگلیسی کاملا رایگانه این ویدیو رو لایک بکنید که من انرژی بگیرم بریم برای ادامه ویدیو فعل 21 ذخیره کردن ذخیره کردن تو انگلیسی میشه سیو مثلا پول ذخیره بکنی بچه هم که اونایی هم که خیلی بازی می... بازی کامپیوتری میکنین دیدین مثلا یه جایی میری مثلا سیو میکنه مینویسه مثلا ایت سیوینگ یا مثلا ایت سیوید مثلا سیو شد سیوینگ یعنی داره اون قسمت رو داره ذخیره میکنه سیوید سیوید راحته چقدر پول پس انداز کردی؟ ذخیره کردی؟ پس من یه پس اندازم میده How much money did you save؟ How much money did you save؟ فعل بیست و دوممون ویران کردن خراب کردن Destroy Destroyed Destroyed, Destroyed. اونا جنگل رو ویران کردهاند خراب کردهاند. دوباره اینجا باید از اسم مفعول استفاده کنیم چون زمان دقیق مشخص نیست و هنوز تأثیرش هست یعنی جنگل ویرانه They've destroyed the jungle They've همون they have دیگه They've destroyed the jungle جمله 23 فعل 23 امون فکر کردنه فکر کردن میشه think گذشتهش thought شکل سومش thought think thought thought تا حالا بهش فکر کردی بازم اینجا از اسم مفعول استفاده میکنیم در واقع اینجا توی فارسی میگیم اینجا الان دارم میگم تا حالا بهش فکر کردی ولی درستش اینه تا الان بهش فکر کرده ای ببین مازی نقلیه هر جایی که تو دیدی داره میگه کرده ای، رفته ای، دیده ای، شنیده ای بدون که اسم مفعول میخواد Have you ever thought about it? تا حالا بهش فکر کرده ای؟ Have you ever thought about it? Have you ever thought about it? بیس و چهارم پیدا کردن پیدا کردن میشه find find گذشتش found شکل سومش هم found چیزی که گم کرده بودم رو نتونستم پیدا کنم I couldn't find what I had lost I couldn't find what I had lost had lost یعنی گم کرده بودم ببین اینو بهش میگی ماضی بعید گذشته بعید هر جا که اینجا داریم میگیم که رفته بودم دیده بودم قبل از یک اتفاقی در گذشته بوده اینو میگیم مازی چی؟ بعید گذشته بعید I couldn't find what I had lost یعنی نتونستم پیدا کنم چیزی که گم کرده بودم را 25 پرسیدن راحت دیگه اسک، اسکت، asked asked, asked. نباید ازش میپرسیدم I shouldn't have asked him I shouldn't have اگه درسای قبلی منو دیده باشین توی این کانال این ساختار رو بهتون یاد دادم shouldn't have وقتی که ابراز پشیمونی داریم میکنیم نباید این کارو میکردم I shouldn't have و بعدش اسم مفعول میاریم I shouldn't have asked نباید ازش اینو میپرسیدم نیاز داشتن سادش نید need. needed. نیدد من به توجه تو نیازی ندارم I don't need your attention I don't need your attention بیست و تلاش کردن try tried tried اگه شکست میخوری دوباره تلاش کن یا اگه شکست خوردی دوباره تلاش کن if you fail try again if you fail try again کار کردن خیلی راحته دیگه میدونین حتما بله ورک ورکت ورکت این جوز اون فعلایی که شکل گذشته و اسم مفعولش اینجوری تلفظ میشه worked یعنی صدای ت میده ورکت سخت کار کن و هرگز تسلیم نشو جمله جمله امریه پس بعد از شکل سادش استفاده کنیم Work hard and never give up. Give up یعنی تسلیم شدن. Work hard and never give up. توی پیجای انگیزش و اینا خیلی این جمله و این عبارت give up رو میبینید. Never give up. یعنی هرگز تسلیم نشو. احساس کردن. Feel. Felt. Felt. قبل از امتحاناتم احساس استراب میکنم نگرانی استراب I feel nervous before my exams I feel nervous before my exams نگاه کردن Look Looked Looked دوباره صدای ته نتونستم تو چشماش نگاه کنم نتونستم جمله گذشته است پس میگیم I couldn't I couldn't look at his eyes I couldn't look at his eyes look at his eyes سی یکم به نظر رسیدن به نظر رسیدنم باز تو انگلیسی همون لوک میشه که باز گذشتهش و اسم مفعولش یکی هست میگیم که امروز خیلی متفاوت به نظر میای خیلی عوض شدی متفاوت شدی You look so different today You look so different today نگه داشتن Keep کپت کپت خب این خدایش آدموار دیگه خودش صدای ت داره ما هم ت تلفظ میکنیم آخه خب چرا میان مثلا د میذارن آخرش بعد میگن ت تلفظ کن لطفا اتاقتو تمیز نگه دار Please keep your room clean. Please keep your room clean. تصمیم گرفتن. Decide. هست فرزن گذشته چی میشه? Decided. آفرین. و Decided. آفرین به شما. تصمیم گرفتم که این شغل رو قبول کنم. I've decided to accept this job. Accept یعنی قبول کردن. I've decided قبول کردم یا ببخشید تصمیم گرفتم to accept قبول کنم این شغل را حد زدن تو انگلیسی میشه Guest 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 حدس بزن چقدر واسه این ساعت پول دادم Guess how much I paid for this watch. Guess how much. چقدر I paid پول داده for this watch. جمله سی و پنجم پرداخت کردن. Pay Paid Paid چطور میخواید پرداخت کنید؟ مثلا میدونی فروشگاه طرف میگه که مثلا اون کشیر یا صندوقدار میگه که چطور میخواید پرداخت کنید؟ به انگلیسی احتمالاً چی میگه؟ How do you want to pay؟ How do you want to pay؟ How do you want to pay؟, want to pay? داشتن Have Had had آیا تا به حال بیزینس خودتو داشتی؟ Have you ever had your own business? Have you ever had your own business? خب اینجا میگیم داشته ای در واقع ولی خب تو فارسی نمیگیم داشته ای معمولا میگیم داشتی Have you ever had یعنی آیا این تجربه رو از گذشته داشته ای زمان مشخص نیست. پس دوباره ما اینجا داریم از اسم مفعول استفاده میکنیم. سی و هفت قول دادن. حتما بلدین. یکم فکر کنی. پرامیس. گذشته چیه به نظرتون؟ پرامیست. پرامیست. آفرین بهتون قول میدم دیگه این اتفاق نخواهد افتاد. بهتون قول میدم راحته I promise you it won't happen again I promise you it won't happen again تماشا کردن تو انگلیسی میشه watch خب من یه ساعت هم میده دیگه ساعت مثلا ساعت موچی رو میگن watch watched Watch معمولا چه برنامه های تلویزیونی رو تماشا میکنی؟ یا معمولا تلویزیون چی میبینی؟ تو چه... توی تلویزیون چی رو تماشا میکنی؟ What do you usually watch on TV؟ برای TV ما از آن استفاده میکنیم What do you usually؟ معمولا چی؟ Watch تماشا میکنی on TV روی تلویزیون خواستن خواستن تو انگلیسی چی میشه به نظرت؟ سادش میشه want گذشتش تو بگو wanted آفرین wanted مرسی حالا میخوام بگم تا حالا شده بخوای ازدواج کنی یا یعنی تا حالا شده دلت بخواد ازدواج کنی have you ever wanted یا have you ever wanted have you ever wanted to get married have you ever wanted to get married Have you ever wanted to get married? هر دو تاش و هر دو تا تلفظ رو هم میتونیم بگیم wanted هم میتونیم بگیم wanted wanted معمولا امریکایی ها امریکن اینجوری تلفظ میکنن Have you ever wanted Have you ever wanted to get married? Have you ever wanted to get married? دیدن سی گذشتش رو بگو سا آفرین سین اینم از این چند وقتیه که ندیدمش ببین چند وقتیه که رو ببین دوباره زمان مشخص مثلا میگم که دیروز دیدمش خب اینجا زمان مشخصه ولی وقتی میگیم چند وقتیه یعنی از گذشته تا الان مثلا چه بودم شاید مثلا یک سال پیشو داره میگه دو سال پیشو داره میگه از اون موقع تا حالا یعنی زمان دقیقی نداره یک بازه زمانیه پس ما اینجا از اسم مفعول استفاده میکنیم I haven't منفی have میشه haven't I haven't seen him for a while. For a while یعنی چند وقت. I haven't seen him for a while. چند وقتیه که ندیده امش. ندیده امش. چهل و یک میشه شناختن. شناختن تو انگلیسی میشه نو. No. گذشتش نو. شکل سومش نون. مثلا جمله داری میگه از بچگی میشناسمش. از کودکی میشناسمش از دبیرستان میشناسمش I've known him since my childhood I've known him since as my childhood از بچگیم از دوران بچگیم بازم اینجا اسم مفعول میاریم ببین چون دوران بچگی که یه روز دو روز نیست که یه دوران زیادیه دیگه مثلا ده ساله پونزه ساله خب پس اینجا ما از اسم مفعول استفاده نمیگه من می شنا می شناختمش ها نمیگه شناختم میگه میشناختمش شناخته بودمش اینجوری میشه دانستن اونم بچه ها میشه نو سری بریم نو و نون چیزی در این مورد میدونی؟ Do you know anything about it? Do you know anything about it? معنی دادن به نظر چی میشه معنی دادن؟ مین منت منت این چه معنی میده؟ چه مفهومی داره؟ چه معنی میده؟ What does it mean? What does it mean? What does it mean? شدن تبدیل شدن یا شدن become became become خب این شکل اول و سومش با هم یکیه become became become دوست دارم یه معلم عالی بشم یه معلم خیلی خوب I'd like to become a great teacher I'd like to become a great teacher. شنیدن here here heard. Heard. Hear. heard 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 نمیشنوم صدا تو بلندتر حرف بزن I don't hear you. Speak louder. Speak louder یعنی بلندتر حرف بزن. I don't hear you. یعنی صدا تو نمیشنوه. گوش دادن. Listen. ببین نمیگم listen. ببین listen. یه چیزی بین A و E. Listen. Listened listened داری به من گوش می‌کنی؟ Are you listening to me? Are you listening to me? بازی کردن تو انگلیسی میشه play played played به همین راحتی تا حالا تنیس بازی کردی؟ ببین دوباره دارم میگم تا حالا زمان دقیقی نداره از گذشته تا الان پس اینجا باید از اسم مفعول استفاده بکنیم Have you ever played tennis? Have you ever played tennis? Have you ever ever اینجا یعنی تا حالا Have you ever played tennis? دویدن Ron. ران میتونی به اندازه مایک تند بدوی؟ میتونی مثل مایک تند بدوی؟ تند <میتونی> بدوی؟ شاید این جمله براتون گفتن کم سخت باشه ولی اینجوریه ببین Can you run as fast as مایک؟ از فست از یعنی به اندازه مایک سری Can you run از fast از مایک راه رفتن فعل چهل نو سادش میشه واک واکت واکت بچه تازه داره یاد میگیره راه بره the baby is just learning to walk The baby is just learning to walk. Walk. راه رفتن. بریم برای جمله بعد که هست حرکت کردن. حرکت کردن توی انگلیسی میشه move. Moved. Moved. حرکت نکن کاملا ثابت بمون اصلا تکون نخور حرکت نکن Don't move Stay perfectly still Stay still یعنی ثابت بمون حالا اینجا perfectly رو هم بهش اضافه کرده تأکید داره میکنه میگه کاملا 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 ثابت Stay perfectly still Don't move Don't move Don't move دیدین تو بازیه مثلا توفنگی میگن Move 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 یعنی حرکت کن حرکت کن برو 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 Move 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 move, move. اینجوری پنج و یک میشه دوست داشتن ساده لایک like. گذشته لایکت like. اسم مفعول لایکت فیلمه را دوست نداشتم خسته کننده بود گذشته است I didn't like the movie it was boring I didn't like the movie it was boring ای hey, بابا بورینگ یعنی خسته کننده کسل کنند زندگی کردن لیو لیود زندگی کردم مثلا اون همشی lived الان کجا زندگی میکنی؟ ببین داره الان رو میپرسه پس ما باید استمراری بگیم آینجی بگیم Where do you live now? آها uh -huh, اینجا ساده آوردیم آیا غلطه؟ نه میتونه بگیم Where are you living now? میتونه بگیم Where do you live now? توی این حالت خیلی وقتا استثناء یعنی میتونیم هر دو حالت رو بیاریم مشکلی نداره الان کجا داری زندگی میکنی یا کجا زندگی میکنی Where do you live? Where are you living? فرقی نداره خیلی توی این زمینه حساس نشین یا کامل نداره میگه آقا اینجا رشته و درست دید. این درسته بچه ها کاملا درسته و اگر که توی اینترنت هم سرچ بکنید خیلی این جمله رو میبینید Where do you live now? اما از نظر گرامری اگر بخوایم بررسی بکنیم بهتر بگیم Where are you living now؟ خب پس اینو در نظر داشته باشین متنفر بودن میشه Hate Hated Hated چرا از شوهر سابقت متنفری؟ اونایی که فیلم دیشب رو دیده باشن حتما میدونن شوهر سابق چی میشه Why do you hate your ex-husband? Why do you hate your ex-husband? Ex-husband, ex-wife, ex-boyfriend, دوست پسر سابق, ex-girlfriend, دوست دختر سابق. فراهم کردن تو انگلیسی میشه provide. Provide. ببین نمیگم پرو وایدا ببین provide. Provided. Provided. لطفا اطلاعات زیر را فراهم کنید یعنی این اطلاعات رو برای من بیارید please provide the following information please provide the following information following یعنی ادامه زیر زیل اینجوری please provide the following information جمله پنج و, و فعل پنج, پنج و اتفاق افتادن هپن هپند هپند وقتی از کلاس رفتم بیرون چه اتفاقی افتاد What happened when I left the class? What happened when I left the class? نشستن تو انگلیسی میشه sit ست همین همینجوری اونجا نشین یه کاری کن همینجوری اونجا نشین یه کاری کن don't just sit there don't just sit there همینجوری اونجا نشین بابا do something یه کاری کن مرد حسابی do something Don't just sit there. ایستادن Stand. Stood. Stood. بچه ها understand رو یایتونه دقیقا مثل همینه understand understood understood این هم همینه stand stood stood انقدر ضعیف بود که نمیتونست بیسته یعنی روی پاش بیسته She was too weak to stand She was too weak to stand گم کردن Lose Lost lost کلیدامو گم کردم I've lost my keys I've lost my keys حالا شما بگین اینجا گذشته رو آوردم یا اسم مفعولش رو او آوردم آفرین اسم مفعوله چون دارم میگم گم کرده ام حال کامله پنجا و نهم ملاقات کردن ملاقات کردن تو انگلیسی میشه میت شکل سوم مت مت ما برای اولین بار اینجا همدیگر رو ملاقات کردیم We met at this restaurant for the first time. حالا آره اینجا رستورانش توی معنیش نیومده ما برای اولین بار توی این رستوران هم دیگر ملاقات کردیم We met at this restaurant for the first time For the first time یعنی yani برای اولین بار We met at this restaurant for the first time و فعل شستم شامل بودن include included included آیا این قیمت شامل مالیات میشه؟ Does the price include tax? Tax تو انگلیسی یعنی مالیات. Does the price include tax? یعنی این قیمت include شامل تکس میشه مالیات میشه Does the price include tax? خب تغییر دادن تو انگلیسی چی میشه بچه ها؟ تغییر کردن یا تغییر دادن حالت سادش میشه Change گذشته Changed و Changed اسم مفعول یا همون Past Participle یا معروف به PP خب میخوام بگم اون اتفاق زندگی منو تغییر داد چی میشه؟ اون اتفاق That happening changed my life چون داره میگه تغییر داد پس جملمون گذشته است That happening changed my life اون اتفاق زندگیم رو تغییر داد فعل شست و دوم تنظیم کردن تنظیم کردن تو انگلیسی میشه set set و set پس هر سه تا شکلش یه جوره همچنین تلفظش هم یه جوره هم املاش و هم تلفظش مثلا ساعت رو تنظیم کرده ای ساعت رو گذاشتی رو زنگ که زنگ بخوره Have you set the alarm clock? Have you set گفتیم وقتی که زمان مشخص نیست و داریم در مورد زمان گذشته صحبت می‌کنیم از حال کامل استفاده می‌کنیم توی این حالت ما دیگه از گذشته استفاده نمی‌کنیم از اسم مفعول استفاده می‌کنیم یعنی این کلمه ای که یه که اینجا هست در واقع این اسم مفعوله اوکی have you set the alarm clock ساعت رو تنظیم کرده ای فعل بعدیمون ادامه دادنه چی میشه آفرین continue continue گذشته continued continued و اسم مفعولش هم continued پس continue continued continued کل بعد از بارون ادامه پیدا کرد یعنی کل بعد از داشت بارون میومد. The rain continue to fall all afternoon. The rain, باران, continued to fall. ادامه پیدا کرد و بارید. ریزش کرد. Fall به معنی افتادن. All afternoon. کل بعد از او. فعل شخص چهارممون دنبال کردن یا تعقیب کردنه مثلا توی اینستاگرام شما یکی نفر رو دنبال میکنی چی میشه؟ آفرین فالو فالو یعنی دنبال کردن گذشتش میشه فالود و فالود مثلا فکر کنم ما داریم تعقیب میشیم اگه دقت بکنید این جمله مجهوله در حالت مجهول ما از اسم مفعول استفاده میکنیم با هم جمله رو ببینیم I think we are being followed وقتی داره میگه ما داریم تعقیب میشیم یعنی در حال تعقیب شدن هستیم باید از بینگ استفاده کنیم وی آر پس اول در واقع فاعل یا مفعول رو میذاریم. اینجا وی حالت مفعول داره خب یعنی ما داریم تعقیب میشیم یه نفر داره ما رو تعقیب میکنه پس اونی که داره تعقیب میکنه میشه فاعل اینجا ما مفعوله اول مفعول رو میاریم بعد آر یا امایز آر و بعد بینگ و بعد اسم مفعول اوکی؟ okay. I think we are being followed یعنی این فکر کنم ما داریم تعقیب میشیم فعل 65 و مردنه دای داید داید به همین راحتی مثلا حداقل حد شش نفر در تصادف جان باخته اند. مردند حداقل تو انگلیسی میشه at least شش هم که میدونیم six تصادف میشه accident حالا با هم کاملش کنیم at least six people have died in the accident حداقل حد شش نفر در تصادف کشته شدند یا مردند فعل بعدی اجازه دادن میشه چی؟ لت لت گذشته لت خودشه لت اسم محفولشم خودشه لت 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 مثلا اجازه بدید یه چیزی بهتون بگم Let me tell you something. Let me tell you something. اجازه بدید یه چیزی بهتون بگم. Let me tell you something. خب. Let me رو خیلی وقتا ت... تلفظش اینجوری میشه. Let me. Let me tell you something. بذار یه چیزی بهت بگم. 67 اجازه دادن. این اجازه دادن فرق میکنه دیگه. چیه؟ Allow. allow گذشته allow میشه allowed اسم مفعولش هم میشه allowed اجازه ندید بیان تو Don't allow them inside. Don't allow them inside. اجازه ندید که بیان داخل بیان تو. شصت و هشتم اضافه کردن مثلا اسمت رو به یه لیستی اضافه میکنی یا به غذا نمک اضافه میکنی چی میشه؟ آفرین اد گذشته یه اد عد میشه عدد اسم مفعولش هم میشه عدد به همین راحتی مثلا کره رو آب کن بعدش پیاز رو اضافه کن آب کردن توی انگلیسی میشه ملت چون جمله دستوریه اول جمله میاد فعل پس میگیم melt the butter then add the onion melt the butter then add the onion butter به معنی کره onion به معنی پیاز فعل شست هم گذراندن سپری کردن خب چی میشه؟ spend گذشت گذشته اسپند میشه اسپنت شکل سومش هم سپند مثلا دوست دارم با دوستان وقت بگذرونم I like to spend time with my friends. I like to spend time with. پس ببین spend time سریعا بعدش تایم میاد و با حرف اضافه with I like to spend time with my friends من دوست دارم با خونوادم وقت بگذرونم I like to spend time with my family هفتاد میشه روش کردن روش کردن تو انگلیسی میشه grow grow گذشته grow میشه grew و شکل سومش هم میشه گرون بازار به سرعت داره رشد میکنه به سرعت داره میره بالا The market is growing rapidly. The market بازار is growing داره رشد میکنه rapidly رپیدلی یعنی به سرعت یک قید هست قید ها توی انگلیسی معمولا آخرشون الوای میگیرن و آخر جمله میان The market is growing rapidly بریم برای فعل هفتاده یکم که کشتن کشتن توی انگلیسی چی میشه؟ کیل آفرین گذشته کیل میشه کیلد آها و اسم مفهولش هم killed. جملمون چیه؟ سرطان هر ساله هزاران نفر رو میکشه سرطان تو انگلیسی میشه cancer. کانسر کیلز thousands of people every year کانسر سرطان کیلز میکشه چون که کانسر اینجا حالت مفرد هست ما کیلز میگیم اس سوم شخص بهش میدیم thousands of people هزاران نفر every year هر سال فعل هفتاد دوم رسیدن رسیدن توی انگلیسی میشه reach reach گذشتش میشه reached و reached مثلا امیدوارم این نامه بهت برسه I hope this letter reaches you. I hope. Hope یعنی امیدوار بودن. This letter این نامه reaches you. دوباره اینجا چون this letter یه دونه هست ما میگیم reaches. اس سوم شخص میدیم. بریدن یا قطع کردن به انگلیسی میشه آفرین کات گذشتهش کات اسم مفعولش کات 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 به همین راحتی مثلا این چاقو نمی بره چاقوش کنده نمی بره This knife won't cut Won't cut نخواهد برید This knife won't cut کلماتی که کن با کن شروع میشن کی خونده نمیشه This knife wohnt کات هفته دو میشه زمین خوردن زمین خوردن تو انگلیسی میگیم فال فیل فالن روی یخ لیز خورد و زمین خورد خب اینجا لیز خوردن هم داریم یاد میگیریم دقت کنید She slipped on the ice and fell. Slipped on the ice. لیز خورد روی یخ and fell. و خورد زمین. هفته دو پنج. باقی موندن. مثلا میگیم که مثلا ده دقیقه باقی مونده. یا چقدر غذا باقی مونده. تو انگلیسی میشه remain. remain مثلا آها گذشتش میشه remained و شکل سومش هم میشه remained مثلا میگیم فقط ده دقیقه مونده بود کی میتونه جمله رو بگه فقط ده دقیقه مونده بود یکم بهش فکر کن There were only 10 minutes remaining. There were only 10 minutes remaining. حالا میخوام بگیم فقط 20 دقیقه مونده بود. There were only 10 there were only 20 minutes remaining. هفتاد و شیش عذر خواهی کردن Apologize Apologize فیله قشنگه Apologized و apologize تقریبا میتونیم بگیم که کلمه محترمانه است توی موقعیت های رسمی استفاده میشه مثلا فکر کنم باید از برادرت عذرخواهی کنی خب این راحت دیگه جملهش I think you should apologize to your brother I think you should apologize to your brother فر بعدیمون جر و بحث کردن میشه argue گذشتشم argued اسم مفعولشم آفرین argued مثلا برادرای من همش دارن با هم جر و بحث میکنن My brothers are always arguing My brothers are always arguing وقتی که ما always رو با فعل ing میاریم مثل اینجا داریم در مورد کاری صحبت میکنیم که خیلی رومخه و خیلی داره تکرار میشه اینجا هم دقیقا ببینید همش دارن با هم بحث میکنن و یک اتفاقی که دیگه رومخ شده اصاب خوردکون شده پس میگه My brothers are always arguing 78 میشه آغاز کردن میتونه بگی معادل یا هم معنی کلمه استارت هست میشه چی؟ بگین گذشتش میشه بیگن و شکل سومش هم میشه بیگان اخه چه کاری اینقدر سختش کردی برای خود <applause> بیگین بیگن بیگان خب اینجور باید حفظ کنی میخوام به یک سوال میخوام با یک سوال ساده چه به یک سال میخوام با یک سوال ساده شروع کنم میخوام شروع کنم راحت دیگه I'd like to begin با یه سوال ساده With a simple question I'd like to begin With a simple question هفتاد نه رسیدن Arrive Arrived Arrived مثلا صبر می کنم تا اونا برسن I'll wait until they arrive I'll wait until they arrive فعل هشتادوم قبول کردن یا پذیرفتنه تو انگلیسی میشه admit admitted admitted کار احمقانه ای بود قبول دارم It was a stupid thing to do کار احمقانه ای بود It was a stupid thing to do I admit قبول دارم میپذیرم I admit فعل بعدیمون رفتار کردن هست به انگلیسی میشه behave behaved و behaved دکتر خیلی غیرحرفی رفتار کرد. The doctor behaved very unprofessionally. ببین unprofessionally, unprofessionally. یعنی yani به طور غیرحرفی. The doctor behaved very unprofessionally, unprofessionally. unprofessionally خیلی غیر حرفه شده دو گریه کردن میشه چی؟ cry cry گذشتش میشه cried و cried مثلا پسر کوچولو زمین خورد و شروع کرد به گریه کردن پسر کوچولو میشه the little boy درسته the little boy fell over fell over یعنی با دست از رو زمین خوردم مثلا بیفتی دست تو بزنی زمین fell over and started to cry the little boy fell over and started to cry اگه دقت بکنید ما تموم فعل هایی که اینجا استفاده شده رو یاد گرفتیم قبلا یکی فعل که همون فال بود افتادن یکی start شروع کردن و دیگری هم cry گریه کردن قبل از اینکه ادامه دیم بچه ها حتما کانال رو سابسکرایب بکنید اگر که تا الان این کارو نکردید و زنگوله رو هم فعال بکنید که هر موقع ویدیو جدید اومد با خبر بشید یادتون نره که منتظر نظرات خوشگلتون پایین همین ویدیو هستم بریم برای فعل آمدن اینو دیگه همه بلدین کام کیم کام دقیقا مثل فعل بیکام هست came should become became become این هم همینه come came come مثلا میخوام بگم با اتوبوس میاد سر کار میشه چی she comes to work by bus she comes to work by bus چون شی میگیم comes she comes to work by bus فعل بعدیمون بخشیدن یه نفر رو ببخشی forgive forgive forgave forgiven forgiven هیچ وقت به خاطر کاری که کرد نمیبخشمش I'll never forgive her for what she did. I'll never forgive her for what she did. جمله 85م فعل 85م قضا دادن. قضا دادن میشه فید گذشتش میشه fed. اسم مفعولش هم میشه fed. اون به بچه ها حله میداد بخورن حله تو انگلیسی میشه جانک فود She fed the children on junk food ببین She fed the children پس اول فائل بعد فعل بعد مفعول She fed the children on junk food junk food حله حوله فعل بعدیمون سرمایه گذاری کردنه. Invest, invest, invested, invested. الان وقت خوبیه برای سرمایه گذاری. Now is a good time to invest. Now is a good time to invest. فعل بعدیمون جنگیدن. Fight. Fought. Fought. مثلا اونها برای به گرفتن جزیره جنگیدن. They fought for control. control of the island. They fought for control of the island. اینا نمیخونیم ایسلند یا آیسلند. میخونیم آیلند. They fought for control of the island. هشتاد و هشت امید داشتن. سادش میشه hope hoped و hoped تمام کاری که میتونیم انجام بدیم الان اینه که سب کنیم و امید داشته باشیم All we can do ببین تموم کاری که میتونیم انجام بدیم الان All we can do now is wait and hope قرض دادن تو انگلیسی میشه لند لنت لنت ماشین رو به یکی از دوستان قرض دادم I've lent the car to a friend I've lent the car قرض داده معنیش اینجوری میشه I've lent میشه قرض داده ام ماشین را به یک دوستی پس اینجا ما از اسم مفعول دوباره داریم استفاده میکنیم اینم have ها have I have lent the car to a friend جمله بعدی قرض گرفتن فعل بعدیمون قرض گرفتن متضاد قرض دادن میشه borrow borrowed و borrowed میتونم چترت رو قرض بگیرم؟ بگو Can I borrow your umbrella? Can I borrow your umbrella? نود و یک آسیب زدن آسیب زدن میشه hurt گذشتش هم هرت شکل سومش میشن خب معلومه دیگه هرت. مثلا نور شدید به چشمام آسیب میزنه. A strong light hurts my eyes. A strong light نور شدید hurts my eyes. آسیب میزنه به چشمام. بهتر شدن یا ارتقا یافتن improve improved improved اوضاع کاری به شدت بهتر شده working conditions have greatly improved البته میتونیم ترجمه کنیم شرایط کاری یا اوضاع کاری فرق نمیکنه. Working conditions have greatly improved. وقتی میگیم greatly یعنی بسیار زیاد به شدت خندیدن تو انگلیسی میشه چی بچا؟ لاف لاف لافت لافت مثلا وقتی بهونهش رو شنیدم خندم گرفت خندیدم When i heard her excuse i just laughed excuse به معنی بهونه excuse when i heard her excuse i just laughed فعل بعدی بغل گرفتن مثلا یه نفر رو بغل کنی بغل خودت بگیری هاگ هاگد هاگد اونو محکم بغل گرفت شی هاگدیم تایتلی شی هاگدیم تایتلی یعنی خیلی سفت و محکم تایتلی 95 م قایم کردن پنهان کردن چیزی هاید گذشتش میشه هید شکل سومش هم میشه هید نامه رو توی کشو قایم کرد گذشته سا He hit the letter in a drawer. He hit the letter in a drawer. فعل بعدی آسیب زدن دمیج ببین نمیگم دمیج میگم چی؟ دمیج 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 و دمیج مثلا سیگار کشیدن به شدت به سلامتی شما آسیب میرسونه Smoking seriously damages your health. وقتی که اس سوم شخص میگیره اینجوری خونده میشه. damages. Smoking seriously damages your health. Seriously یعنی به شدت، عمیقا، جدا. فعل بعدی هشدار دادن. هشدار دادن به انگلیسی میشه warn. ورن گذشتش warned و warned. مثلا سعی کردم بهش هشدار بدم اما گوش نکرد I tried to warn him but he wouldn't listen I tried to warn him but he wouldn't listen فعل بعدی شناسایی کردن شناسایی کردن به انگلیسی میشه identify identified identified مثلا میگیم اون تونست که دوز رو شناسایی کنه she was able to identify the thief she was able یا در واقع همون she can هست یا she could گذشتش میشه could She was able یعنی اون تونست to identify که شناسایی بکنه the thief اون دوز رو فعل بعدیمون لذت بردنه به انگلیسی میشه enjoy enjoyed و enjoyed مثلا اون خیلی از کارش لذت میبره She greatly enjoys her work. She greatly enjoys her work. Greatly یعنی خیلی زیاد به شدت. و فعل صدم تحویل دادن. مثلا یه بسته ای رو تحویل بدی مثلا غذا تحویل بدی از رستوران میشه deliver deliver delivered و delivered مثلا شرکت رایگان به شما تحویل میده حالا بسته یا حالا هر چیزی که هست رو رایگان بهتون میده the company will deliver free of charge the company will deliver free of charge وقتی میگیم free of charge یعنی کاملا رایگان free of charge خب فعل بودن تو انگلیسی میشه همون بی یعنی همون ام و ایز و آر ام ایز آر حالت سادشون میشه بی و گذشتشون میشه واز و where که واز رو برای سوم شخص رو میاری مثلا میگیم آی واز آی واز البته برای آی هم استفاده میشه غیر از سوم شخص هی واز شی واز و برای بقیهش where میاریم you were. we were, they were. و اسم مفعولش هم که بین هست یعنی برای present perfect برای past perfect برای این زمان ها ما از اسم مفعولش باید استفاده کنیم مثلا تعطیلات چطور بود؟ به انگلیسی میخوام این جمله رو بگم میگم How was your vacation? How was your vacation? چون vacation اینجا یه دونه است مفرد هست یه کلمه ای مفرده ما از فعل مفرد هم واسش استفاده میکنیم یعنی از واز استفاده میکنیم فعل بعدی چسبیدنه یه چیزی که به جای بچسبونیم سادش میشه stick stick ببین نمیگم استیک، stick stick یه ای کوتاه بین ای و ای stick گذشتهش میشه sticked که صدای ت میگیره ببین استیکت اسم مفعولش هم میشه استیکت کلا فعل هایی که معمولا اینجوری ها فعل هایی که ایدی میگیرن برای گذشتشون اسم مفعولشون هم یکیه یعنی اسم مفعول و گذشتشون یه جور هست مثلا میخوام بگم این استیکر به لپتاپم نمیچسبه دیدین بعضی رو لپتاپشون استیکر میچسبونن میگم this sticker this sticker won't stick to my laptop one stick to my laptop یعنی به لپتاپم هم نمی چسبه این استیکره نمی چسبه this sticker won't stick to my laptop پس از فعل چسبیدن فعل بعدی که داریم امید داشتنه hope hoped و hoped مثلا امیدوارم همه چیز خوب بشه یا همه چیز خوب باشه I hope everything will be fine. I hope everything will be fine. داره به زمان آینده اشاره میکنه. امیدوارم که همه چی درست بشه، همه چی خوب بشه. I hope everything will be fine. قیمت داشتن. مثلا میخوام بگیم فلان چیز قیمتش اینقدره. Cost. گزارشش هم cost. اسم معفولش هم cost. برمی راعتی. مثلا این چقدر قیمت داره؟ قیمتش چقدره؟ How much does this cost? How much does this cost? یا How much does it cost? راحت تره. راحت توی زبون میچرخه این جمله بهتر تا اینکه بگم How much does this? Does this? آه. الان بگم Does و this رو باید توی این حالت به هم بچسبونی. Does this? Does this? نمیشه گفت Does this? جدا که کنی سخت میشه آره How much does this cost? How much does it cost? پوشیدن تو انگلیسی میشه Wear گذشتش وور و شکل سومش هم Worn مثلا امروز چی پوشیدی؟ کلا ما برای پوشش خب برای لباس چون در اون حالت پوشیدیم و یه جورایی استمراری حساب میشه یعنی پوشیده شده بر بدن ما الان روی تن ما هست اینا رو به صورت استمراری میگن میگن که What are you wearing today? What are you wearing today? امروز چی تنته؟ چی پوشیدی؟ What are you wearing today? What are you wearing today? مثلا میگه I'm wearing a t-shirt یعنی من یه تیشرت تنمه I'm wearing jeans من شلوار جین پوشیدم I'm wearing socks یعنی جوراب پامه I'm wearing shoes کفش پوشیدم I'm wearing glasses عینک زدم حتی برای عینک برای لنز برای کلاه برای همه چیز هر چیزی که مربوط به لباس و پوشاک ما از wear استفاده میکنیم تکرار کردن توی انگلیسی چی میشه راحته repeat آفرین گذشتهش repeated شکل سومش هم repeated به همین راحتی مثلا، میشه لطفاً چیزی که گفتید رو تکرار کنید؟ چی میگیم این جمله رو؟ Could you please repeat what you said؟ Could you please repeat what you said؟ میشه لطفاً تکرار کنید؟ Could you please repeat what you said؟ شنا کردن تو انگلیسی چی میشه؟ آفرین، سو... سویم. سویم گذشتش سوام سوام سویم سوام سوام مثلا میخوام یاد بگیرم چجوری بهتر شنا کنم راحته میخوام که خب مشخص دی I want یا yeah, I'd like I want to learn how to swim better I want to learn how to swim better میخوام یاد بگیرم چطور بهتر how to swim better بهتر شنا کنم تمرین کردن تو انگلیسی میشه چی؟ practice 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 گذشتش میشه practiced practiced و اسم مفعولش practiced مثلا اه, تو باید انگلیسی تو باید منظم چه نمیشم تا باید تو باید تو باید منظم انگلیسی تمرین کنی یعنی هی ولش نکنی یه دو روز بخونی بعد شیش ماه ولش کنی You need to practice English regularly regularly یعنی به طور مرتب به طور منظم you need to practice English regularly به طور منظم باید انگلیسی تمرین کنی حمله کردن حمله کردن تو انگلیسی چی میشه خیلی شنیدین یه برند معروف هم هست برای حشره کش و اینا آفرین attack. attack. که البته خیلی اشتباه هم میگن اتک مثلا تو تبلیغات هم میبینیم میگن اتک حشره کش اتک اتک نیست اتک اتک یعنی صدای شوا داره با صدای ای شروع میشه اتک گذشتش میشه اتکت و اتکت دقت کنید که آخری صدای ت به دست میاد اتکت اوکی نمیگه اتک دی ت میخواست یه صدای تی میگیره خب یه مثال بزنیم باهاش مثلا میگیم که به مردم حمله نکن فقط به خاطر اینکه باهاشون مخالفه آقا مثلا بعضی دید دیدین تا میبینن یکی باشون مخالفه سریع حمله میکنن بهش یا مثلا فوش میدن بهش بعد و بیرا میگن بهش Don't attack people just because you disagree with them Don't attack people just because you disagree with them Just because اینجا یعنی فقط به خاطر اینکه یعنی یه چیزی میخواد بگه که آقا یعنی این دلیلت قانع کننده نیست You can't attack people just because you disagree with them سفر کردن تو انگلیسی میشه travel travel گذشتش میشه traveled و travel راحت مثلا دوست دارم سفر کنم و جاهای جدید رو کشف کنم ببینم I love to travel and explore new places. I love to travel and explore new places. و اکتشاف کنم. Explore. اکتشاف کردن. جاهای جدید رو پیدا کنم. فعل بعدیمون منتشر کردن و همچنین معنی رها کردن هم میتونه بده. دقت کن میگم release. Release. release گذشتش میشه released و released شنیدیم مثلا میگن که فلانی فلان آهنگ رو release, release کرده البته تو فارسی میگن ریلیز ولی تلفظ درستش ریلیز هست ریلیز مثلا این خواننده یه آلبوم جدید ماه آینده منتشر میکنه The singer will release a new album next month The singer will release a new یا نیو یا نو نو نیو نو, نو امریکایی هست نیو بریتیش هست A new album next month ماه آینده بعدی چیه؟ سعی کردن Try Tried Tried مثلا فقط سعی کن آروم باشی Just try to stay calm Just try Just try to stay calm. احساس کردن احساس داشتن feel felt felt مثلا الان چه احساسی داری how do you feel now how do you feel now how do you feel now الان چه حسی داری دنبال کردن follow followed followed خب این کلمه رو هممون میشناسیم توی اینستاگرام فلانی رو فالو میکنیم اینم بگم که پیج اینستاگرام من رو میتونید بچه ها فالو کنید همین آدرس یوتیوب رو که سرچ بکنید براتون میاره فقط یه دونه ان اضافه پشتش بذارید اینجوری میشه علی رضا صادق یا نه با تشتی خب <تص> میتونی اونجا هم مطالب رو دنبال کنی follow followed followed خب مثلا میگم که فکر کنم تحت تعقیب هستم I think we are being followed تحت تعقیب هستیم I think we are being followed اینجا حالت مجهول اومده ببین we are being followed یعنی یه نفر الان داره ما رو ته تهدید چیه تعقیب تعقیب تهدید <تص> I think we are being followed یعنی یه نفر داره ما رو تعقیب میکنه ما رو داره دنبال میکنه حالت مجهول اومده فعل بعدی که خیلی هم باحاله داو طلب شدن هست دقت کن تلفظش خیلی جالبه ببین volunteer volunteer یعنی دو تا استرس داره استرس اصلیش رو تیه یه استرس جزئی هم داره رو وی میگه volunteer گذشتهش volunteered و اسم مفهولم volunteered مثلا من داوطلب شدم که کمک کنم برای تمیز کردن ساحل I volunteered to help clean up the beach I volunteered to help clean up the beach clean up اینجا یعنی تمیز کردن خیلی با فعل clean فرق نمیکنه ولی خب clean up یعنی خیلی تمیز کردن یعنی کامل تمیز کردن I volunteer to help clean up the beach یاد گرفتن به انگلیسی میشه learn learned learned مثلا میخوام یاد بگیرم چجوری بیشتر پرش کنم I want to learn how to jump higher I want to learn how to jump higher میخوام یاد بگیرم چجوری بلندتر بپرم لیاقت داشتن به انگلیسی چی میشه؟ لیاقت داشتن یا لایق بودن آفرین دیزرو گذشتهش دیزرود و دیزروید این ایده لیاقت توجه بیشتر رو ده یعنی باید بیشتر بهش توجه بشه لایق توجه بیشتریه This idea deserves more attention Deserves more attention یعنی این لیاقت داره که بیشتر بهش توجه بشه This idea deserves more attention شکست خوردن چی میشه؟ Very good Fail Fail Failed و Failed مثلا من امتحان ریاضی رو افتادم پس معنی افتادن هم میده مثلا تو امتحان شما پاس نشی میتونی فیل بگی I failed the math test math test امتحان ریاضی مثلا بخواهیم امتحان زبان English test امتحان فیزیک physics test شیمی chemistry test راحت I failed the math test عبور کردن میشه cross crossed crossed این هم یه جوره ای ت میده cross crossed crossed به اون طرف پل رفت یعنی از این طرف پل عبور کرد رفت به اون طرف پل she crossed to the other side of the bridge she crossed to the other side of the bridge یعنی به اون طرف پل عبور کرد و رفت فهمیدن میشه realize realize گذشتش میشه realized و realize مثلا همین الان فهمیدم که کیف پولم رو فراموش کردم I just realized that I forgot my wallet این just, just یعنی همین حالا به تازگی I just realized that I forgot my wallet Wallet کیف پول I forgot my wallet کیف پولم رو گم کف کیف پولم رو فراموش کردم. مجبور کردن به انگلیسی میشه فورس. Force. forced forced نمیتونی کسی رو مجبور کنی کاری رو انجام بده که نمیخواد You can't force someone to do something they don't want You can't force someone to do something they don't want متهم کردن Accuse Accused Accused او به قتل متهم شد He was accused of murder. He was accused of murder. این جمله بچه ها حالت مجهول داره. He was accused. یعنی متهم شد. Of murder. رنگ کردن چی میشه؟ سادش میشه paint. Painted. Painted. میخوام اتاقم رو یه رنگ جدید بزنم. I want to paint my bedroom a new color. I want to paint my bedroom a new color. A new color یعنی یه رنگ جدید. متنفر بودم به انگلیسی میشه hate. Hated. Hated. اسم مفعول. چرا انقدر از من متنفری؟ Why do you hate me so much? Why do you hate me so much? چرا اینقدر از را متنفری؟ Why do you hate me so much? ماندن به انگلیسی میشه stay stayed stayed من تصمیم گرفتم که خونه بمونم I decided to stay home I decided to stay home تمام کردن به گیرنسی میشه finish. گذشتش finished و اسم هم finished. مثلا میگم اون کتاب رو تموم کردی؟ Have you finished that book yet? Have you finished that book yet? Have you finished that book yet? فعل بعدیمون گزارش دادنه. Report. reported reported ازش خواستم که در مورد پیشرفتش گزارش بده I've asked him to report on his progress I've asked him ازش خواستم که to report on his progress کلمه progress یعنی پیشرفت on his progress در مورد پیشرفتش ثابت کردن به انگلیسی میشه prove proved proved تو اشتباه می‌کنی و من میتونم ثابتش کنم. You're wrong and I can prove it. You're wrong and I can prove it. پیش پیشرفت کردن، پیشرفتن، جلو رفتن توی قسمت قبلم داشتیم progress progress البته به صورت اسم داشتیم اینجا به صورت فعله progressed و progressed کار کردن روی کشتی به سرعت پیش رفت work on the ship progressed quickly work on the ship progressed quickly کاهش دادن به انگلیسی میشه reduce reduced و reduced مثلا نیروی کار به نصف کاهش پیدا کرده است the workforce has been reduced by half the workforce یعنی نیروی کار has been reduced حالت مجهول گرفته کاهش پیدا کرده has been reduced buy half عقیده داشتن یا باور کردن باور داشتن believe believed believed نباید هر چیزی که میخونی رو باور کنی you shouldn't believe everything you read you shouldn't believe everything you read تحریک کردن و همچنین تحریک جنسی کردن هم معنی میده seduce, seduce, seduce و سیدوس داری سعی میکنی منو تحریک کنی؟ Are you trying to seduce me? Are you trying to seduce me? حالت اسمی این کلمه میشه seduction seduction اونایی که به آهنگ های رپ علاقه مند هستن و آهنگ های امینم رو گوش میکنن توی یکی از آهنگاش این کلمه رو استفاده میکنه فهم میگه seduction seduce me یعنی تحریک یا تحریک کردن من seduce یعنی تحریک کردن are you trying to seduce me بلوف زدن به انگلیسی میشه bluff bluff bluffed و bluffed تو واقعا بهش نمیگی داری بلوف میزنی you wouldn't really tell her you're bluffing you wouldn't really tell her you're bluffing تو بهش نمیگی داری بلوف میزنی you're bluffing رد کردن یا نپذیرفتن reject rejected rejected سارا پیشنهاد برادرش را برای کمک رد کرد سارا rejected her brother's offer to help brother's offer of help فرق نمی کنه. offer to help یا offer of help سارا rejected her brother's offer of help پس reject یعنی رد کردن و نپذیرفتن یافتن، متوجه شدن، یه چیزی رو پیدا کردن، درک کردن. detect detect detected detected دن متوجه تغییراتی در احوالش شد. Dan detected a change in her mood. Dan detected a change in her mood. درمان کردن انگلیسی میشه کیور کیورد کیورد بسیاری از انواع سرطان ها الان قابل درمانه many types of cancer can now be cured حالت مجهول can now be cured یعنی قابل درمان است many types of cancer can now be cured تغییر کردن میشه، change یا تغییر دادن，changed，changed. سوزان از آخرین باری که دیدمش خیلی تغییر کرده. سوزن has changed a lot since I last saw her. سوزن has changed a lot since I last saw her. از آخرین باری که دیدمش since I last saw her. سازگار شدن با خودتو وفق دادن با محیط با شرایط ادابت ادابت ادابتد ادابتد برای بعضی از کودکان سخته که با مدرسه جدید سازگار بشن خودشونو رو وفق بدن Some children find it hard to adapt to the new school Some children find it hard. یعنی واسه سخته که. To adapt to the new school. که با مدرسه جدید چی بشن؟ سازگار بشن. وفق پیدا کنن. موکول کردن به عقب انداختن. Postpone، postpone، postponed، و postpone. مسابقه باید به هفته آینده موکول می شد. The match had to be postponed until next week. The match had to be postponed until next week. Yani یعنی به عقب این افتاده می افتاد. Postpone به عقب انداختن موکول کردن به زمان دیگه خوش آمد گفتن، سلام احوال پرسی کردن، کس از کسی استقبال کردن به انگلیسی میشه greet greet greeted و greeted مثلا جمله رو ببین من به گرمی به اون خوش آمد گفتم باش سلام احوال پرسی کردم I greeted her warmly warmly یعنی به گرمی I greeted her warmly. به گرمی بهش خوش آمد گفتم و باهاش سلام احوال پرسی کردم. To take photos. عکس گرفتن. Take photos. To play a musical instrument. یه سازی رو زدن. To walk. یا to hike. پیاده رفتن. پیاده روی کردن. To cook. آشپزی کردن. To cook. To bake. پختن مثل پختن کیک و شیرینی و اینا تو سو خیاتی کردن دوختن سو نیت بافتن تو نیت بافتن تو گو تو ا پارتی یعنی رفتن به یک مهمونی تو گو تو ا پارتی تو دو کاریوکی خوندن با آهنگ تو واچ تلویزیون تلویزیون دیدن تو واچ تلویزیون To watch a movie فیلم تماشا کردن Watch a movie To see a play یعنی yani, نمایش دیدن See a play To do exercise ورزش کردن Exercise To go to the gym باشگاه رفتن Go to the gym To do yoga یوگا انجام دادن Do yoga To listen to music به موسیقی گوش کردن Listen to music to go camping کمپ camp زدن to go bird watching تماشای پرنده ها to go out for a meal غذا بیرون خوردن to do the gardening باغبونی کردن گل و گیاه و اینا to visit a museum یا to visit a gallery معلومه to meet friends ملاقات دوستان To go on vacation یا to go on holiday به تعطیلات رفتن To go shopping خرید رفتن خرید کردن Go shopping To go to a concert به کنسرت رفتن Go to a concert To stay home یا to stay at home خونه موندن جای نرفتن To have a picnic پیکنیک رفتن تفریح رفتن To collect stamps Collect stamps یعنی تمر جمع کردن To do pottery به معنی کوزگری کردن از این کاری که ببینین To make models مدل درست کردن از این چیزا کار دستی و اینا To surf یا browse the internet browse کردن To call friends تماس گرفتن با دوستان و حرف زدن To go to an evening class کلاس های شبونه رفتن To go to the beach ساحل رفتن Go to the beach to fly a kite یعنی باد بادک بازی کردن fly a kite to ride a horse to ride a horse to go jogging یعنی آروم آروم آهسته دویدن to sing in a choir یعنی توی گروه سرود خوندن. to arrange flowers arrange flowers مرتب کردن گلا to go foraging یعنی میوه جمع کردن و اینا To do puzzles. انجام پازل. To do puzzles. To play cards. ورق بازی کردن. To play cards. To play chess. شطرنج بازی کردن. Play chess. To play board games. بازی های بورد. مثل چیزی که میبینید. To go to a book club. بری کلوب کتاب خونی. To play video games. بازی های رایانه ای انجام دادن. To play video games. To read خوندن Read To draw کشیدن Draw Draw To write نوشتن Write Write To paint نقاشی کردن Paint Paint To see To see دیدن See To lick لیسیدن لیس زدن lick to taste چشیدن taste taste to smell بو کردن to smell to smell to listen گوش کردن listen listen to work کار Kar کردن work work to play بازی کردن play play to kick shoot زدن kick kick to throw پرتاب کردن throw throw hit زدن to hit hit to whisper در گوشی حرف زدن whisper پچ پچ کردن to dance رقصیدن dance dance to run دویدن run run to crawl چهار دست و پا راه رفتن کرول تو جامپ پریدن پری، پرش کردن جامپ تو repair، تعمیر کردن repair. تو shake. تکون دادن به لرزه در آوردن shake. تو make ا سنومن آدم برفی درست کردن تو make ا سنومن تو دو هوم تکلیف انجام دادن دو هوم ورک تو فکر کردن think to understand فهمیدن understand to spell املا نوشتن نوشتن کلمات spell to move حرکت دادن تکون دادن to move to dig کندن dig dig to fall افتادن fall fall To carry حمل کردن Carry Carry To climb بالا رفتن Climb Climb To stand up بلند شدن Stand up Stand up To sit down Sit down Sit down نشستن To lift بلند کردن Lift Lift To add یعنی اضافه کردن جمع کردن to subtract یعنی منها کردن تفریق subtract to count شمردن یک دو سه چار count to sing خوندن sing sing a song to catch گرفتن catch catch to talk حرف زدن talk talk to speak to speak, صحبت کردن speak تو shout داد زدن فریاد زدن shout shout to push هل دادن push push تو پول، کشیدن پول، پول، پول. تو act بازی کردن بازی کردن act تو بلو، فوت کردن، blow فوت کردن blow to copy کپی کردن to copy کپی to decide تصمیم گرفتن decide to remember به یاد آوردن remember remember to hold نگه داشتن hold hold to point اشاره کردن point 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 to pack پک کردن جعبه کردن بسته‌بندی کردن to fly پرواز fly 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 to ride دو چرخ سواری ride a bike ride alarm goes off یعنی ساعت زنگ میخوره alarm goes off to wake up بلند شدن بیدار شدن wake up to get up بلند شدن از تخت بیرون اومدن از تخت get up take a shower یا have a shower دوش گرفتن take a shower take a bath یا have a bath حمام کردن to put on makeup put on makeup یعنی آرایش کردن put on makeup shave shave کردن ریشه رو زدن to wash your hair موهاتو بشوری wash your hair wash your hair dry your hair موهاتو خوش کنی to dry your hair to iron a shirt لباستو اتو کنی iron shirt iron shirt to get dressed لباس پوشیدن to get dressed to brush your teeth دندوناتو مسواک زدن to wash your face صورت شستن wash your face to brush your hair موهاتو برس کردن brush your hair to make the bed تخت رو مرتب کردن make the bed make the bed to have یا eat breakfast صبحانه have breakfast to do the housework to do the housework to leave the house از خونه رفتن to leave the house to go to work سر رفتن to go to work to go to school مدرسه رفتن to go to school to catch the train قطار گرفتن to catch the train to catch the bus اتوبوس to catch the bus to drive to drive رانندگی to arrive late دیر رسیدن arrive late to start work شروع به کار کردن start work to have a break تفریح داشتن استراحت to have یا eat lunch eat lunch have lunch To finish work پایان کار Finish work To leave work از سر کار رفتن To leave work To work overtime تا دیر وقت کار کردن To work overtime To go home خونه رفتن Go home To buy groceries خوراکی و اینو خریدن Buy groceries To cook dinner شام درست کردن Cook dinner have dinner یا eat dinner شام خوردن eat dinner to clear the table تمیز کردن میز to listen to the radio رادیو گوش کردن to listen to the radio to watch tv تلویزیون تماشا کردن watch tv to check your emails ایمیلاتو چک کنی to check your emails

to go to a cafe to call a friend یا to call your family خب زنگ زدن دیگه to do homework انجام تکالیف do homework to put the children to bed بچه ها رو خوابوندن ببریشون تو تخت put the children to bed to take out the trash یا take out the rubbish آشقال رو بیرون بردن to feed the dog یا to feed the cat قضا دادن به گربه و سگ To go to bed. خوابیدن. To go to bed. To clean the windows. تمیز کردن چی؟ پنجره. To sweep the floor. جارو کشیدن. To scrub the floor. تمیز کردن. آب و جارو کردن. To mop the floor. تی کشیدن. Mop the floor. Mop. To vacuum the carpet. فرش و جارو برقی کشیدن وکیوم تو داست گردگیری کردن داست تو تیک اوت the تراش یا تیک اوت the رابش بیرون بردن آشغال تو کلین اپ یا تو تایدی تمیز کردن تو گو تو the store یا تو گو تو د شاپس خرید رفتن فروشگاه رفتن تو کلین د bathroom تمیز کردن سرویس بهداشتی To set the table Means چیدن Set the table To clear the table تمیز کردن Clear the table To do the dishes Do the dishes ظرف شستن Dry the dishes ظرفا رو خوش کردن Dry the dishes To load the dishwasher یعنی ظرفا رو بذاری تو ماشین ظرفشویی To unload the dishwasher ظرفا رو از ماشین در بیاری Unload To do the laundry یعنی لباس شستن Do the laundry To hang clothes لباس ها رو پنگ کردن Hang clothes To do the ironing او کشیدن Ironing To fold clothes لباس ها رو تا کردن Fold clothes To make the bed تمیز کردن تخت Make the bed Change the sheets عوض کردن ملافه ها change the sheets to water the plants آب دادن به گلا water the plants to wash the car شستن ماشین wash the car to feed the pets غذا دادن به حیوانات خونگی feed the pets to paint the house رنگ کردن paint the house to paint a room رنگ کردن اتاق paint a room to plaster the walls گچ کشیدن plaster plaster to tidy the bathroom گچ کشید ببخشید م... کاشی کاری کردن to fit a carpet فرش رو پهن کردن fit کردن to put up shelves قفس زدن put shelves to make curtains پرده زدن پرده درست کردن make curtains to unclog یا unblock the sink یعنی راه... راه آب رو باز کردن To change a light bulb عوض کردن چراغ. To mow the lawn چمن زدن Mow the lawn To do the weeding یعنی علف های هرز رو کندن Do the weeding To plant bulbs یعنی بذر کاشتن To plant bulbs To prune trees هرز کردن Prune trees To trim a hedge یعنی پرچین رو زدن کوتاه کردن to water the flowers. آب دادم به گلا. Water the flowers. To view a house. دیدن یه خونه. View a house. To Pack. Pack کردن. بسته بندی کردن. To unpack. از بسته بندی خارج کردن. Unpack. To move in. وارد خونه شدن. Move in. و To move out. از خونه بیرون اومدن. اساس کشی کردن تو smile لبخند زدن smile smile تو frown اخم کردن frown frown تو grin اینجوری کردن grin 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 to laugh خندیدن laugh laugh to cry گریه کردن cry cry to yawn خمیازه کشیدن یان یان تو کاف سرفه کردن کاف کاف تو سای یعنی آه کشیدن سای تو لیک لیس زدن لیسیدن لیک تو ساک یعنی مکیدن ساک ساک تو بریذ نفس کشیدن بو کردن بریذ to hold your breath نفستو نگه داری hold your breath wink چشمک زدن wink wink blink پلک زدن blink blink to blush سرخ شدن وقتی خجالت میکشی blush blush to sweat یا perspire یعنی عرق کردن sweat shiver لرزیدن to shiver to snore یعنی خُرپوف کردن to sneeze عطسه کردن sneeze sneeze to wave دستتو اینطوری تکون دادن to wave wave to clap دست زدن clap clap to shrug شونه بالا انداختن shrug shrug to bow یعنی تعظیم کردن bow to nod سرتو بالا پایین کردن nod nod to shake your head سرتو این اونور کردن shake your head فعل اولمون get off get off get off یعنی چی یعنی پیاده شدن پیاده شدن از اتوبوس و مترو اینا رو میگن get off مثلا میتونی به هم یادآوری کنی که دم پارک از اتوبوس پیاده بشم؟ چجوری این جمله رو بگم؟ Can you remind me to get off the bus at the park? Can you remind me? کلمه یا remind یعنی یادآوری کردن. Can you remind me to get off the bus? که از اتوبوس پیاده بشم at the park. فل بعدیمون check out. Check out به معنی اطمینان حاصل کردن. Check out. مثلا میگم میتونی از این رستوران جدید اطمینان حاصل کنی یه جورایی خاطر جمع بشی که رستوران خوبی هست یا نیست. Check out. چجوری این جمله رو بگم؟ Can you check out this new restaurant? Can you check out this new restaurant? Check out. اطمینان حاصل کردن فعلا بعدمون چی هست؟ Look forward to. Look forward to. یعنی مشتاقانه منتظر چیزی بودنه مثلا میگم مشتاقانه منتظر فیلم جدیدی هستم که داره میاد بیرون داره منتشر میشه I'm looking forward to the new movie that's coming out I'm looking forward to یعنی مشتاقانه منتظرم که مشتاقانه منتظر the new movie فیلم جدید هستم that's coming out که داره میاد بیرون I'm looking forward to the new movie that's coming out. Felibadimun comeback به معنی بازگشتن، برگشتن. Comeback, comeback. مثلاً کی از تأثیلات بر میگردی، کی از باز میگردی، میگیم When will you come back from your vacation? When will you come back from your vacation? come بازگشتن فعل بعدیمون look at look at خیلی واضحه یعنی نگاه کردن به به چیزی به کسی look at مثلا میگم میتونه به این گزارش نگاهی بندازی و نظرتو بهم به بدی یا نظرتو بهم به بگی فرق نمیکنه میگیم can you look at this report and give me your feedback Can you look at this report and give me your feedback? Feedback یعنی نظر فیدبک uh, پس look at یعنی نگاه کردن فعل بعدیمون get in get in. به معنی سوار شدن هست get in سوار شدن تاکسی یا مثلا ماشین uh, میگم که میتونی سوار ماشین بشی و استارت بزنی Can you get in the car and start the engine? Can you get in the car and start the engine? engine? یعنی همون موتور موتور ماشین حالا ما میگیم start زدن start the engine Can you get in the car? Get in یعنی این سوار شدن بر ماشین یا تاکسی برای اتوبوس ما از get on استفاده میکنیم چون سطح بالا هست یعنی یه سطحی هست که در واقع شما میرید بالای یک جایی اونجا میگن get on برای قطار هم همینطور هست get on فعل بعدمون look after look after به معنی مراقبت کردن هست خیلی راحته مثلا میگیم میتونی وقتی من میرم خرید سوپرمارکت از سگم مراقبت کنی خرید سوپرمارکتی رو قبلا کار کردی میشه همون گروسری شاپینگ میگم Can you look after my dog while I go grocery shopping? Can you look after my dog while در حالی که I go grocery shopping پس look after به معنی مراقبت کرده مثلا میگیم Can you look after my daughter میتونی از دخترم مراقبت کنی while I go um, for example I go shopping وقتی که من میرم خرید فر بعدی call off call -off یعنی چی؟ کالاف یعنی صرف نظر کردن مثلا یه برنامه ای داری چه میدونم یه با دوستات چیدین که برین بیرون بعد یه هم مثلا بارون میاد یا هوا ابریه میگی که بیا از این برنامه صرف نظر کنیم کال مثلا به نظرم بهتره از برنامه بیرون صرف نظر کنیم میگم I think we had better call off the outdoor event I think We had better call off the outdoor event. Outdoor event یعنی مثلا برنامه بیرون. بریم پارکی نمیدونم تفریحی جایی میخوایم بریم میگن یعنی outdoor event. پس call off یعنی صرف نظر کردن. فعل بعدیمون come out. Come out. به معنی بیرون اومدن منتشر شدن. Come out. Come out. مثلا آلبوم جدید از گروه موسیقی مورد علاقم داره منتشر میشه داره میاد بیرون چی میگم؟ The new album from my favorite band is coming out The new album آلبوم جدید From my favorite band بند یعنی همون گروه موسیقی Is coming out داره میاد بیرون داره منتشر میشه پس come out come out فعل بعدیمون چیه؟ look up to look up to یعنی احترام قائل شدن برای کسی ارزش گذاشتن بر کسی کسی رو خیلی در واقع بهش احترام گذاشتن و خیلی بهش ارزش گذاشتن میگم که من برای پدر و مادرم که همیشه حمایتگر و مهربان هستند احترام قائلم آی؟ look up to my parents who are supportive and kind. کلمه supportive یعنی حمایت کننده. Kind یعنی مهربان. I look up to my parents. من به پدر و مادرم احترام میذارم. واسه شون احترام قائلم. یا مثلا میگیم I look up to uh, my best friend. من به بهترین دوستم مثلا احترام دارم. I look up to my Uh, for example husband i look up to my wife به همسرم خیلی احترام میذارم براش احترام قائل هم. i look up to پس look up to یعنی احترام قائل شدن فعل بعدیمون call back call back خب مشخصه یعنی مجددن تماس گرفتن یعنی یه نفر با شما تماس میگیره شما مثلا دوباره باش تماس میگیری یا خودش با شما تماس میگیره call back میتونی بعدا مجددن با هم تماس بگیری الان توی جلسه هستم چجوری این جمله رو بگم؟ خیلی راحته ببین Can you call back later? Can you call back later? میشه بعدا دوباره تماس بگیری I'm in a meeting right now الان توی یک جلسه هستم I'm in a meeting یا meeting meeting تلفظ American meeting right now من توی الان توی جلسه هستم call back مجددن تماس گرفتن فعل بعدیمون put behind put behind فکر کن شما استرس و اون حالا فشار کاری رو میذاری پشت سرت میای خونه put behind دقیقا یعنی همین یعنی از ذهن خارج کردن خب مخصوصا برای همین چیزی که گفتم استفاده میشه مثلا شما فشار کاری استرس کاری رو نمیاری تو خونه همونجا توی سر کار میذاری بعد میای خونه خب مهمه که استرس کار رو از ذهنت خارج کنی یعنی دیگه نخوای خیلی Um, تو زندگیت بیاری میگیم که It's important to put the stress of work behind you It's important to put the stress of work behind you اینجا put behind رو ما جداش کردیم و بینش the stress of work رو قرار دادیم put the stress of work behind you فل بعدیمون make up make up make up میگیم آشتی کردن معنیش آشتی کردن میشه یکی از معانیش آشتی کردن مثلا بابت چیزی که قبلا گفتم عذر میخوام آشتی کنیم میای آشتی کنیم میتونیم آشتی کنیم هر جور میشه معنی کرد I'm sorry for what I said earlier earlier قبلا قبل از این Can we make up کن وی یعنی میخوای با هم آشتی کنیم پایه آشتی کنیم دیگه من معذرت میخوام I'm sorry for what I said earlier Can we make up? میتونیم آشتی کنیم فل بعدیمون A run into run into شما اتفاقی یکی رو میبینی خب اتفاقی باش برخورد میکنی اینجا از کلمه run into استفاده میشه گذشتش میشه run into run run Into. من اتفاقی با یکی از دوستان قدیمی کالج توی سوپرمارکت برخورد کردم اتفاقی دیدمش میگم I ran into an old friend from college at the grocery store grocery store یه مغازه یه که مواد خوراکی دیگه ما حالا ترجمه کردم سوپرمارکت خوراکی جات رو شما از grocery store میگیری از سوپرمارکت هم میتونی اینجا استفاده کنی I run into an old friend from college at the grocery store فعل بعدیمون چیه؟ cut off. cut off همونطور که از اسمش معلومه یعنی قطع کردن تمام کردن مثلا شما یه مکالمه داری با یه نفر صحبت میکنی میگی آقا من باید دیگه برم من دیگه باید مکالمه رو تموم کنم cut off ببخشید اما باید مکالمهمون رو تموم کنیم یا تموم کنم I'm sorry but I have to cut off our conversation حالا چرا مثلا طرف قرار داره یا دیرش شده یا هر چیز به هر دلیلی اینجا cut off رو ما استفاده میکنیم I'm sorry but I have to cut off our conversation باید مکالمه رو قطع کنم تموم کنم فعل بعدیمون come across come across کاملا میتونیم Uh, هم معنی رانینگ تو در نظرش بگیریم اونم معنیش میشه مواجه شدن خیلی اتفاقی با یه چیزی مواجه بشی مثلا اتفاقی با مقاله جالب در مورد مدیتیشن مواجه شدم چجوری این جمله رو بگم I came across an interesting article about meditation گذشته یه کام میشه came across I came across an interesting article about meditation در مورد چی؟ در مورد meditation فعل بعدی show up show up یعنی حضور یافتن حاضر شدن show up show up مثلا مطمئن نیستم سر وقت بیاد و سقف رو درست کنه سر وقت بیاد یعنی سر وقت حاضر بشه اینجا بیاد اینجا میگم I'm not sure if he will show up on time to fix a roof. روف میشه سقف سقف خونه مثلا خونهشون سقف خونهشون خراب شده میگه که نمیدونم سر وقت میاد یا نه I'm not sure if he will show up on time to fix our roof فعل بعدی hold back به معنی جلوگیری کردن hold back hold back مثلا رئیس دیگه نتونست جلوی عصبانیتش رو بگیره چجوری بگم این جمله رو The boss couldn't hold back his anger any longer. The boss couldn't hold back his anger. Anger یعنی ناراحتی، عصبانیت. Any longer یعنی دیگه. دیگه نتونست. The boss couldn't hold back his anger any longer. فعل بعدی مون take over. take over یعنی به عهده گرفتن مثلا فکر میکنی کی شرکت رو به عهده میگیره رئیس جدید داره میره اوکی okay. کی شرکت رو به عهده میگیره who do you think will take over the company who do you think will take over the company take over یعنی به عهده گرفتن فعل بعدیمون go up از شکلش و ظاهرش معلومه که یعنی بالا رفتن go up مثلا قیمت ها بالا میره go up go up شنیدی که قیمت گاز دوباره داره بالا میره شنیدی که قیمت گاز دوباره داره بالا میره چه جوری بگم did you hear that the price of gas is going up again ببین اینجا حالت چی گرفته استمراری ing یعنی در حال بالا رفتن did you hear that the price of gas is going up again شنیدی که قیمت گاز داره دوباره بالا میره فعل بعدیمون take away take away به معنی بردن یه چیزی رو بیای برداری و ببری بردن مثلا میشه این بشقاب خالی رو ببرید و صورت حساب رو بیارید اینو ممکنه که شما به گارسون توی یک رستوران بگید میشه این بشقاب خالی رو بیاید ببرید Can you take away this empty plate and bring us the bill? بیل میشه همون قبض شما اون صورت حساب شما فاکتور شما Can you take away this empty plate and bring us the bill? Bring یعنی آوردن میشه این بشقاب خالی رو ببرین Take away فعل بعدیمون چیه؟ Pull out Pull out یعنی کنار گیری کردن Pull out مثلا <applause> شما توی مسابقه شرکت کردین بعد یه مشکل براتون پیش میاد از مسابقه کنارگیری گیری میکنید پول اوت مثلا چرا تیم تصمیم گرفت که از تورنمنت کنارگیری کنه خارج بشه از تورنمنت بیاد بیرون چجوری بگم why did the team decide to pull out of the tournament why did the team decide to pull out of the tournament پس اینجا پول out آف رو میاریم یعنی از حرف اضافه آف هم باید استفاده بکنیم فعل بعدیمون سی آف سی آف سی که یعنی دیدن حالا سی آف یعنی چی؟ یعنی بدرقه کردن طرف میخواد بره مسافرت دوستت میخواد بره سفر میری بدرقش میکنی توی فرودگاه سی آف جمله رو ببین فردا دارم میرم میتونی منو مشایعت کنی منو بدرقه کنی فردا چجوری بگم؟ I'm leaving tomorrow. Can you see me off at the airport? میتونی منو توی فرودگاه بدرقه کنین؟ فرودگاه رو توی ترجمه‌ام نیوردم. I'm leaving tomorrow. Can you see me off at the airport? میتونی بیای فرودگاه و منو بدرقه کنی؟ فعل بعدیمون work on کاملا مشخصه یعنی روی چیزی کار کردن. مثلا روی پروژه روی یک برنامه روی یک مثلا تکلیفی چیزی هر چیزی میشه استفاده کرد میتونی با من روی این پروژه کار کنی به کمی کمک نیاز دارم چجوری بگم Can you work on this project with me? I need some help Can you work on this project with me? میتونی روی این پروژه با من کار کنی I need some help به کمی کمک نیاز دارم I need some help فعل بعدیمون ترن اوت ترن اوت یعنی عذاب در اومدن عذاب در اومدن مثلا یه آزمایشی انجام دادی میگه که آقا اون طور که میخواستم عذاب در نیومد همچین جالب نشده آزمایش اون که انتظار میرفت عذاب در نیومد. این جمله رو چجوری بگم؟ آزمایش میشه the experiment the experiment didn't turn out as expected as expected یعنی آنطور که انتظار میرفت the experiment didn't turn out as expected اونطور که انتظار می رفت از آب در نیومد فعل بعدیمون look around هست look around یعنی چی؟ یعنی دور رو نگاه کردن look around خب، مثلا میگم میتونم داخل فروشگاهت رو یه نگاهی بندازم look around فروشگاه هم که میشه store can I look around your store؟ Can I look around your store؟ یا مثلا میتونم می داخل پارک دور پارک نگاهی بندازم Can I look around the park؟ میتونم دور پارک نگاهی کنم فعل بعدیمون count on count on یعنی روی کسی یا چیزی حساب کردن خود کلمه یه count هم میشه حساب کردن دیگه شمردن مثلا آیا میتونم روت حساب کنم و یه رازی رو بهت بگم؟ چجوری جو بگم این جمله رو آیا میتونم روت حساب کنم Can I count on you to keep a secret? Can I count on you to keep a secret? Secret راز Keep a secret رازی رو نگه داری به کسی نگی Can I count on you to keep a secret? فعل بعدیمون فعل 28 keep on هست Keep on یعنی ادامه دادن یه کاری رو یک تلاشی رو ادامه دادن یه هدفی رو پیش گرفتن و اصلا تسلیم نشدن Keep on جین به رقصیدن ادامه داد حتی بعد از اینکه موزیک متوقف شد چجوری بگم؟ جملهمون دقت کنید که گذشته است میگم جین کپت آن دانسینگ دقت کن کپت آن dancing keep گذشتش میشه kept Jane kept on dancing even after the music stopped. حتی بعد از اینکه موزیک متوقف شد فعل بعدیمون get away get away از اسمش و از شکلش هم معلومه که یعنی گریختن فرار کردن از یه شرایطی شما فرار میکنی دیگه مثلا سر کار انقدر خسته هستی یا انقدر سر چلوق بوده این هفته میگه آقا دیگه از شهر میخوام برم میخوام فرار کنم برم استراحت کنم برم تعطیلات باید از شهر فرار کنم و یه استراحتی بکنم چجوری بگم این جمله رو راحته I need to get away from the city and take a break I need to get away from the city and take a break باید از شهر بگریزم فرار کنم get away فعل سیوم find out یعنی فهمیدن به چیزی پی بردن find out find out مثلا میتونی به فهمی قطار بعدی به سمت نیویورک چه زمانیه چه وقتی حرکت میکنه قطار بعدی خیلی راحته ببین can you find out the time of the next train to New York can you find out the time of the next train to New York? بلند شدن معمولا بلند شدن از خواب میدونید get up get up get up معمولا چه ساعتی از خواب بلند میشی چجوری این جمله رو بگم آفرین what time do you usually get up بارها این جمله رو با هم توی ویدیوهای گذشته کار کردیم what time do you usually get up what time do you usually get up جواب میده معمولا ساعت هفت بلند میشم از خواب I usually get up at 7 a.m. I usually get up at 7 a.m. <applause> میدونید ما یه a.m. داریم یه p.m. داریم a.m. میشه تا قبل از ساعت دوازده ظهر و p.m. میشه بعد از ساعت دوازده ظهر. فعل دوم جستجو کردن میتونه معنی پیدا کردن هم بده look up look up look up ببین لوک میشه نگاه کردن لوک اپ یعنی بگردی دنبال چیزی جستجو کنی مثلا میشه لطفا شماره یه پیتزا فروشی رو از داخل گوشی پیدا کنی جستجو کنی Can you please look up the phone number for a pizza place? پیتزا place یعنی جایی که پیتزا میفروشن پیتزا فروشی Can you please look up the phone number? شما توی گوشیتون صدها هزاران و خیلی ممکنه دو سه هزار تا کانتکت یا همون مخاطب داشته باشید وقتی که میخواید دنبال یکیشون بگردید لوکاپ میکنید اون شماره رو پیدا میکنید یا اسمش رو لوکاپ میکنید اسم اون فرد رو look up the phone number جواب میده البته میتونم توی گوشیم پیدا کنم و بهت بدم Sure, I can look it up on my phone and give it to you. دقت کنید آن on my phone. پس ما برای گوشی از حرف اضافه on استفاده می کنیم مثل تی وی on TV، مثل رادیو on the radio، مثل اینترنت on the internet. Okay? Sure, I can look it up on my phone and give it to you. می پیداش کنم، جستجو کنم و پیدا کنم and give it to you. فعل بعدی خاموش کردن هست یه دستگاه الکترونیکی که میخوایم خاموش کنیم از فرزال ورب ترن آف استفاده میکنیم میشه تلویزیون خاموش کنی نمیتونم با اون همه سر و صدا روی کارم تمرکز کنم Can you turn off the TV? I can't focus on my work with all that noise. Okay, دقت کردی یه بار دیگه. Can you turn off the TV, I can't focus on my work with all that noise. With all that noise یعنی با این همه سر و صدا. البته مشکلی نیست. همین الان خاموشش میکنم. Sure, no problem. I'll turn it off right now. I'll turn it off. Turn off جز اون فریزال ورب هایی هست که ما میتونیم جداش بکنیم و بینش زمیر بذاریم. پس وقتی میخوام بگیم که خاموشش میکنم میگیم I'll turn it off I'll turn it off turn it off نمیگیم I'll turn off it غلطه توی این حالت وقتی که ما میخوایم به جای اون تیوی به جای اون اسم زمیری بذاری مثل ایت باید ایت رو بین فریزال ورب قرار بدیم ولی میتونم بگم I'll turn off the TV I'll turn the TV off alternate off. اما نمیتونم بگم alternate of it غلطه alternate off right now حالا روشن کردن چی میشه؟ کاملا مشخصه turn on turn on مثلا اینجا داره تاریک میشه میتونی چراغ رو روشن کنی؟ It's getting dark in here. Can you turn on the lights? It's getting dark in here. Can you turn on the lights? البته چراغا رو روشن کنم تا بتونیم بهتر ببینیم. Sure, I'll turn on the lights so we can see better. I'll turn on the lights. ببین میتونم بگم I'll turn the lights on. I'll turn the lights on. یا بگم I'll turn them on. چون lights چیه؟ جمعه ما دیگه نمیتونیم از ایت استفاده کنیم باید از them استفاده کنیم I'll turn them on I'll turn them on یا I'll turn the lights on یا I'll turn on the lights so we can see better پس ببینید فریزال ورب ها میتونن قابلیت البته همشون نه اما اکثریتشون قابلیت جدا شدن رو دارن ترک کردن، رها کردن، ناامید شدن. آفرین، give up. give up. give up. مثلا سعی کردم که سیگار رو ترک کنم اما خیلی سخته نمیتونم. I've been trying to quit smoking but it's so hard. I've been trying یعنی سعی کرده که و هنوزم دارم سعی می کنم I've been trying ساختار present perfect continuous یعنی همون حال کامل استمراری I've been trying to quit smoking but it's so hard بچه ها اینو بدونید که give up هم خانوادش یا هم میشه همون quit quit اونم معنی رها کردن یا ول کردن، ترک کردن، ناامید شدن و این چیزا رو میده. ناامید نشو، میتونی انجامش بدی اگه تلاش کنی. ولش نکن، تلاشت رو رها نکن، اینجوری معنی میکنیم کلمه می give up رو. Don't give up. You can do it if you keep trying. You can do it if you keep trying. اگه همینجور به تلاش ادامه بدی موفق میشی. You can do it. Don't give up. پس give up میشه آقا تلاشت رو ول نکن رهاش نکن نامید نشو گیو اپ فعل بعدیمون مطرح کردن هست یه موضوعی رو یک اه, تاپیکی رو مطرح بکنیم میگیم bring up bring up bring up مثلا چرا اون موضوع ناراحت کننده رو موقعشان مطرح کردی why did you bring up that uncomfortable topic during dinner why did you bring up چرا مطرحش کردی that uncomfortable یعنی خیلی موضوع ناراحت کننده ناراحت topic during dinner during dinner یعنی در طول شام در مدت زمانی که ما داشتیم شام می‌خوردیم ببخشید نمی‌دونستم موضوع حساسیه I'm sorry, I didn't realize it was a sensitive subject. I didn't realize. یعنی نمیدونستم. متوجه نبودم. It was a sensitive sensitive subject. یعنی یک موضوع حساس، یک موضوع خیلی حساس و sensitive. در آوردن. لباس رو در آوردن. Take off. Take off. Take off. مثلا بیرون داره هوا گرم میشه آیا باید کتامون رو در بیاریم؟ It's getting warm outside Should we take off our jackets? It's getting warm outside Should we take off our jackets? Should we take off our jackets? یعنی که آیا باید در بیاریم یه جور پیشنهاده وقتی که ما از شور استفاده می‌کنیم، در واقع یه جورایی داریم پیشنهاد میدیم آره بیا درشون بیاریم و از آفتاب لذت ببریم Yes, let's take them off and enjoy the sunshine Let's take them off بیا درشون بیاریم and enjoy the sunshine و از آفتاب از این آفتابی که هست لذت ببریم پوشیدن به انگلیسی چی میشه؟ پوتان پوتان مثلا بیرون هوا سرده یاد نره تو بپوشی It's cold outside Don't forget to put on your jacket It's cold outside Don't forget to put on your jacket ممنون که یادم انداختی Thanks for reminding me Thanks for reminding me فره بعدیمون برداشتن بلند کردن معنی گرفتن هم میده مثلا بری مغازه چیزی بگیری یه چیزی بخری پیک اپ پیک اپ پیک میشه لطفا تو مسیرت به خونه کمی شیر بگیری؟ Can you please pick up some milk on your way home? Can you please pick up some milk on your way home? جواب میده آره میتونم تو مسیرم به سمت خونه دم مغازه توقف کنم و بگیرم Sure, I can stop by the store and pick it up on my way home. I can stop by. Stop by یعنی یه جای وایسی یه کاری سریع انجام بدی و بپری تو ماشین و بری. Stop by یعنی یه سر زدن یا جای یه لحظه ایستادن. I can stop by the store and pick it up on my way home. دنبال چیزی یا کسی گشتن تو انگلیسی میشه look for look for look for کلیدامو ندیدی نمیتونم هیچ جا پیداشون کنم Have you seen my keys? I can't find them anywhere. Have you seen my keys? این جمله مثبت هست از نظر گرامری اما ما توی فارسی معمولا اینجوری ترجمه میکنیم کلیدامو ندیدی نمیگیم کلیدامو دیدی کریدامو ندیدی اما تو انگلیسی این در واقع مثبت میاد Have you seen my keys? I can't find them anywhere. جواب میده نه ندیدمشون بیا با هم دیگه دنبالشون بگردیم. No, I haven't seen them. Let's look for them together. I haven't seen them. یعنی ندیدمشون. Let's look for them. بیا دنبالشون بگردیم together. خب نکته که اینجا هست بچه ها look for اینجا قابلیت جدا شدن نداره ببین نمیگیم نمیتونه بگیم look them for look for them یعنی این look for با هم باید بیان تا معنی در واقع دنبال چیزی گشتن رو بده let's look for them together آوردن یه چیزی رو بیاری برای کسی bring in, bring in. دارم دنبال یک کتاب میگردم که بخونم میتونی چیز پیشنهاد بدی؟ I'm looking for a new book to read Can you recommend something? میتونی یه چیز پیشنهاد بدی؟ آره میتونم چند تا از کتابای مورد علاقم رو وسط بیارم Sure, I can bring in some of my favorite books for you I can bring in برات بیارم Bring in some of my favorite books for you یافتن یا ارائه دادن فکر میکنی چی میشه با کام شروع میشه آها کام اپ come up with بعض وقتا دیدین یه نقشه به سرتون میزنه یه مثلا یه فکری به سرت میزنه اینجا کام اپ with رو استفاده میکنه مثلا ما باید یه برنامه برای پروژه ارائه بدیم we need to come up with a plan for the project We need to come up with a plan for the project. موافقم بیاین ایده ها رو بارش مغزی کنیم بارش مغزی که میدونید چیه همون برین استورمینگ که همه ایده میدن نظر میدن و می نویسن و و آره انتخاب میکنن دیگه I agree let's brainstorm some ideas let's brainstorm some ideas بیا چند تا ایده رو ایده ها رو برین استورم کنیم فعل بعدی بیرون رفتن go out go out میخوای امشب واسه شام بری بیرون یا بریم بیرون do you want to go out for dinner tonight do you want to go out for dinner tonight البته کجا میخوای بری sure where do you want to go where do you want to go کجا میخوای بری where do you want to go فعل بعدی اتفاق افتادن هست مثلا میام وارد یک جایی میشیم بعد میبینیم که همه جمع شدن میگیم که چه اتفاق افتاده یا چی شده چه خبره اینجا از go on استفاده میکنیم go on معمولا به صورت استمراری یا همون ing میاد مثلا چه خبره چرا همه جمع شدن what's going on here اینجا چه خبره؟ What's going on here? Why is everyone gathered? چرا همه جمع شدن؟ Why is everyone gathered? جواب میده یه جلسه داریم میتونه بیای و به ما بپیوندی اگه میخوای یعنی تو هم بیای تو جلسه ما. We are having a meeting You can come in and join us if you'd like We are having a meeting You can come in and join us if you'd like فعل بعدی وارد شدن هست بچه ها. وارد شدن تو انگلیسی میشه کامین راحته کامین میشه لطفا بیای داخل و در و پشت سرت ببندی؟ Can you please come in and close the door behind you? Can you please come in and close the door behind you? جواب میده البته میام داخل و در و میبندم. Sure. I will come in and close the door. I will come in and close the door. مراقب بودن یا نگاهی انداختن میتونه این دو تا معنی رو بده. Look out. Look out. Look out. خب میشه نگاهی بیرون بندازی و ببینی آیا کسی رو میشناسی یا نه؟ Can you look out the window and see if you recognize anyone? Can you look out the window? یه نگاهی به بیرون از پنجره بندازی and see if you recognize anyone. البته بذار ببینیم کی اونجاست. Of course, let's see who's there. Let's see who's there. ببینیم کی اونجاست. Let's see who's there. فهمیدن یا متوجه شدن تو انگلیسی میشه figure out figure out figure out مثلا سعی کردم که این مسئله ریاضی رو حل کنم اما متوجهش نمیشم نمیتونم بفهمم دوباره سعی کرده ام رو با present perfect continuous میگیم دقت کن I've been trying to solve this math problem but I can't figure it out دوباره از اون فعل های جدا شدنیه figure it out دقت کن بنش زمیر میاد I've been trying to solve this math problem but I can't figure it out. اما نمیتونم بفهممش. شاید وقتشه که رهاش کنی و از معلم کمک بخوای. رها کردن تو انگلیسی میشد آفرین give up. حالا بگو جمله رو. Maybe it's time to give up and ask the teacher for help. Maybe it's time to give up and ask the teacher for help. فعل بعدیمون ورزش کردن یا نرمش کردنه میریم باشگاه ورزش میکنیم تمرین میکنیم دنبل میزنیم نمیدونم از این ورزش ها میکنیم بهش میگن ورک اوت ورک اوت ورک اوت هر چند وقت یه بار تو باشگاه ورزش میکنی How often do you work out at the gym? How often do you work out at the gym? جواب میده سعی میکنم حداقل سه بار در هفته ورزش کنم تا خوش اندام بمونم I try to work out at least three times a week to stay in shape Stay in shape یعنی خوش هیکل موندن خوش اندام موندن پس دقت کن I try to work out at least three times a week to stay in shape نصب کردن یا راه اندازی کردن به انگلیسی چی میشه؟ آفرین. set up set up set up مثلا میتونی کمکم کنی پرینتر جدید رو راه اندازی کنم؟ Can you help me set up a new printer? Can you help me set up a new printer? set up راه اندازی کردن البته میتونم کمکت کنم راهش بندازی یا راه بندازیش و مطمئن بشم که به خوبی کار میکنه. Sure, I can help you set it up and make sure it's working properly. Working properly یعنی کلمه properly یعنی در واقع همون به خوبی. Working properly یعنی به خوبی کار کردن. Sure, I can help you set it up and make sure it's working properly. ادامه دادن کنار اومدن با چیزی با کیپ میگیم آها کیپ اپ کیپ اپ کیپ اپ اوکی ادامه دادن یا کنار اومدن دقت کن من نمیتونم با حجم کاریم کنار بیام این نمیتونم این حجم کاری رو ادامه بدم کارم رو ادامه بدم مش مشکل دارم I'm having trouble keeping up with my workload Workload یعنی حجم کاری زمان که شما باید بذارید و کارها رو انجام بدید I'm having trouble یعنی مشکل دارم با ادامه دادن کنار اومدن با Keeping up with my workload جواب میده شاید باید یه برنامه تنظیم کنی که کمکت کنه زمان تو مدیریت کنی Maybe you should try setting up a schedule to help you manage your time Maybe you should try setting up. دقت کن شاید باید سعی کنی set up راه کنی schedule یک برنامه to help you manage your time که کمکت کنه زمانت رو مدیریت کنی. پس keep up یعنی ادامه دادن یا کنار اومدن.